موش کوهستان. این داستان قضای محبوب عموعینکی. دوستان عزیز بر دوستان بر سوسکای خوشمزه کجایی؟ بذاری زیر بگردم. آها اینجا که نبودش، حالا برم یه جا دیگه. را میرم میگردم تا پیدا شد بکنم. ایبا اینجام که نیستش، برم یه جا دیگه رو بگردم ببینم این زیر چطور. اینجا نیست. ایداد بیداد چه بدشانسی، حالا میرم تنه یه درخت رو میگردم. ایبا اینا کجا رفتن آخه؟ سوسکای خوشمزه کجا رفتی؟ سوسکای عزیز بر کجایین کجایین؟ چرا پیش من نمیایین؟ این تو رو بگردم. ایسام که نبودم. های دام سفید، انگار سخت به کار مشغول. سلام ابو ایرکی. از قیافت گشنگی میباره. ببینم اگه امروز صبح صابونه نخوردی جانم. ولی از قیافت تو معلومه که صابونه خوبی خوردی، تو خیلی بشاشی. مال من یه ملک کوچولو پیدا کردم و خوردم. برای من که فرقی نمی کنه، هرچی باشه میخورم، دوست دارم. درسته، برای تو هیچ فرقی نمی کنه. ببین ابو ایرکی، دیروز یه عالمه سوسک چاق و چله این اطراف دیدم، حالا کجا هستم نمی دونم. ولی منم سوس دوست دارم. اما ولی متاسفانه مدتی تخمر نخوردم و مزهشو به کلی فراموش کردم جان تو. حق داری ابو ایرکی، آره حق داری، میبرم چی میگی. بخبرتی خوشمزه بود. آره خوشمزه بود، من خیلی خوردم. خب انگار سگ مزایدار این طرف ها نیست.
اوه جان تخمه مرغ. اگر اینجا یه شکاف هست برا ببینم. اوه این ها از اینجا برم. کیه؟ بکرم نزدیک بود از چه کنم. خیلی ازت معذرت میخوام آخه من از سلاح بدبوی تو هیچ خوشم نمیاد. آخه ببین تقصیر خودت بود، من یه کمی ترسو هستم، تو که اینا میدونی که آخه اول تو منو ترسوندی، بنابراین من یه کمی هم یه کمی ترسیدم دیگه. ابو ایرکی مثل این که امشب خودت نیستی. آره درسته دم سفید، درسته انگار امشب خودم نیستم، حالم خوب نیست. ممکنه سگ صدای ما رو بشنوه. چی گفتی؟ بگو ببینم. خیلی عجیبه ابو ایرکی، منم داشتم همین فکر رو میکردم، اگه اون سگ سر برسه چی؟ نه بابا سر نمیرسه. آه راستی ابو ایرکی، بالاخره با موفق شدی تخم بخوری یا هنوز نخوردی؟ والا تا این لحظه که نخوردم. راست میگی؟ پس بری بخوری. شکافش خوبه بزرگه، میشه راحت رد شد. خیلی خوب بفرمایید دم سفید، اول شما تشریف ببرید. نه ابو ایرکی به جون شما اصلا امکان نداره، مگه میشه اول شما تشریف ببرید. تجیب من هرگز تصور نمی کردم که تو تا این اندازه با تربیت باشی. دم سفید تو خیلی با تربیت. نه بابا خجالت آمده. چرا جان تو خیلی مؤدبی، معلومه در خانواده خوبی تربیت شدی. واقعا میتونم بگم که من در مقابل تو هیچم. آره همینطوره. پس به این ترتیب این حقه توی که اول بری، استدعا میکنم بفرمایی. امو ایرکی تو واقعا خیلی مهربونی و مخصوصا در دوستی حرف نداری، انقدر صمیمی هستی که نمیتونم بگم، انقدر میتونم بگم که هیچ وقت محبت تو رو فراموش نمیکنم. برابری خواهش میکنم که اول شما بفرمایی. نفسشم نکنم اول تو برو تو. به جون شما اگه بشه امو ایرکی، نمیشه اول شما بفرمایی. هر دوی اونا سعی میکنن دیگری رو اول بفرستن. آیا این از مؤدب بودنشونه؟ شاید، ولی همش هم مربوط به اون نیست، بلکه هر دو میترسن که اول برن، چون فکر میکنن ممکنه اونجا تله‌ای باشه. بفرمایید تو، خواهش میکنم، دیگه بیشتر از این خجالتم ندید. نه ابو اینکی، این شما هستی که برای خجالت هم میدید. حسرت آمی کنم من بعد از شما میرم. خواهش میکنم. وای سگ مزرعه. وای بابا مگه تو نگفتی اول من برم؟ بابا آخه خودت اصرار داشتی که اول من برم. بابا وای آخ بیا ببینم. وای زرم رفت. ساکت باش. بچه های من خواب هستن، این سر و صداها چیه که از خودت در میاری؟ بهتره پرواز کنی و بری، و اگه موش عینکی رو دیدی بهش بگو زود بیاد خونه. خوش خال خالی رفت. خب دیگه حالا بریم دنبال. آره بریم پیداشو کنیم. فکر
شما گندم سفید هر کدوم اونا یه تخم مرغ دارن. خیلی خب، بیا بریم تخم مرغا رو عادلانه بین خودمون تقسیم کنیم. بسیار خب، میرم ردیف پایین رو می‌گردم. خب پس منم میرم ردیف بالا. من کیسه بدبوی تو رو ندارم، اما بهتر بلدم بالا برم. نگاه کن. از همی حالا دهنم هم افتاده. وای ما تخمرگا گوجن باید همی جره بکردم. نه خیلی مثل این که تخمرگی تو کار نیم بلنشی ببینم. نه خیلی اینجام نیست. نگاه کن پس کجا از این تخمرگا کجا؟ آخه چی شده این تخمرگا چی شده؟ من باید بفهمم این تخمرگا چی شده. نه خیلی اینجام نیست. نه جره میگردم. ایستش بلنشی ببینم. آخر اینجا نیست، فایده ای ندارم. یکی اینجاست. نه این تخمار به درد نمیخوره، فایده ای ندارم. یعنی چی؟ حالا برم اونجارم ببینم. نه باید اینجا باشه. بالاخره یکی پیدا کردم. چی؟ یه تخمار پیدا کردم ولی خوب نیست. سلام. ببینم تو چیزی گفتی؟ سر صدا را نداد تو که برا کشتی. چی گفتی خود به جو؟ تو تخمه مرغ زدی تو سرم، میدونستی که برای اینجا وایسادم تو میدونستی؟ خورده تو سرت. نفهمیدم تخمه گفتن تو کله تو؟ تو که میدونستی من اینجا وایستادم، آخه واسه چی تخم مرغ زدی تو سر من؟ آخه واسه چی زدی؟ باور کنم چی قصدی نداشتم، نمیخواستم این کارو. چرا بود. چرا مخصوصا زدی تو سر؟ بابا باور کنه چه باقی بود. آخه ربود من باور نمی کنم، باور نمی کنم. خواهش میکنم حرف بابا باور کن، مخصوصا که نزده. آخر بی خودی میگی، حرف تو باور نمی کنم. بسیار خوب، بیا پایین بیا پایین تا باید بجنگم جنگ تن به تن. دم سفید خیلی ناراحت بود، چون تخم مرغی که پیدا نکرده بود هیچی. از اون طرف هم خیال میکرد عمو عینکی مخصوصا تخم مرغ زده تو سرش. این بود که حسابی خشمگین شده بود. یلا بیا پایی باطل نشو. متاسفم تو حرف منو باور نمی کنی و میخوای با من بجنگی. آره اگه واقعا اینطور میخوای پس چرا خودت بالا نمیای؟ ها ای ترسو، چون میدونی که من نمیتونم بیام بالا. تو خیال میکنی من بچم؟ چرا باید بیام پایین و با اون گاز بدبوی تو بجنگم؟ بسیار خوب بسیار خوب، اون بالا بمونه، قد بمون تا علب زیر پات سبز بشه. من صبرم زیاده، قد صبر میکنم صبر میکنم تا بیای پایین. خیلی خوب، منم دلم میخواد ببینم حوصلت چقدره. حالا اون بالا با ایستادی داری مرتب با خیال راحت را جز میخوری. باشه بالاخره میبینی. من حسنم خیلی منم با اشتیاق منتظر دیدن حسلتم. من یه کمی خسته شدم، میخوام یه چرتی بزنم. آهان آقش بایی. خوب انشالله خوب بخوابی، ولی برای پایی منتظرم. بابا اله میبینیم. راحت بخواب، ولی اگه 100 ساعتم بخوابی برای پایی منتظرم. وای نه نه اینجاست که ببینم نمیخوایی بیای پایی؟ گوش کن جام سفید، دیگه صبح شده، صلاح نیست بیشتر از این اینجا ببونیم، بهتره بریم. اصلا برای من مهم نیست. تو معلومه چی داری میگی؟ چند لحظه دیگه پسر مزرعه‌دار میاد مرغا رو قضا بده، اگه ما رو اینجا ببینه چی؟ من اصلا از اون نمیترسم. دم سفید جان ببین چی میگم. هر اتفاقی بخواد بیفته بیفته، این مشکل توه، بلکه از چیزی نمیترسم نمیترسم. اوه
سفید جان، داره میاد، ما وقت زیادی نداریم. وقتی پسر مزرعه دار در رو باز کنه من فورا میرم بیرون، تو انقدر گرار بر نباش. پس تو بودی که مرغا رو ترسوندی؟ آره؟ ای دزد سیاه و سفید. ای حیوان پررو، تخم مرغی که پیدا نکردی درسته؟ چون دیشب همه ی تخم مرغا رو جمع کردم و بردم. خال خالی ولش کن، نگاش کن اینه پهلمونا را میره، میدونه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم چون تحمل گاز بدبوشا نداریم. خب بیا بریم مرغا رو غذا بدیم. عجیبه این تخم مرغ دیشب بالا بود. آره آره دقیقا یادمه که اون بالا بود، خودم گذاشته بودمش، کاملا یادمه. مرغا که نمیتونستن اونو بندازن پایین و میدونم که راستوهای بدبو هم نمیتونن از اینجا برن بالا. خیلی عجیبه، پس این کار کی بوده؟ واقعا عجیبه. ها؟ نگاه کن خال خالی، اینجا یه دم موشه، فقط دمش نیست، خودش هم هست. خال خالی نگاه کن، دیشب یه مهمون داشتیم. عجله به مزرعه اومدن، گرچه نمیدونستن چی کار باید بکنن، ولی خب همه اونا خیلی نگران عمو عینکی بودن. تو فکر میکنی اون مرده باشه؟ الان نشونت میدم که دروغ میگه. آخه من که کاریت نکردم، پس چرا خودتو به مردن میزنی؟ این دفعه دیگه نمیتونی به من حقه بزنی. آهای بیداشو، با تو هم بیداشو، دوست کوچولوی مرده من. یالا یالا دیگه بیداشو. نگاه کن خال خالی، الان بهت نشون میدم که اون واقعا مرده یا نه. عمو عینکی، تو میگی حالش خوبه؟ تو کجایی؟ میبینی خال خالی، حسابی بهت کلک زده، خیلی خوب بلده عده مردن رو در بیاره. اما به هر حال باید اعتراف کنم که کارش عالیه، فوق‌العاده است. خب خال خالی، من الان یه کاری میکنم که اگه باز تحمل کرد هر دومون باید تحسینش کنیم. خال خالی وای تا خال خالی بنش
شوخار خالی برگرد، بهت میگم برگرد. حالا دیگه حسل از چقدی؟ واقعا جالبی، بهتر از این نمیشه نه؟ نمیدونستم شما دارید منو نگاه میکنید، من خودم خجالت میکشم. من نباید اینقدر دست عصبانی میشدم، ازت معذرت میخوام، همش تقصیر من بود. خب دیگه بهتر صحبتشو نکنیم، گذشته گذشته است دیگه، هرچی بگیم بیفایده است. راستی موشی ببینم، از گشنگی نمیتونم تکون بخورم، نمیدونم چیکار کنم. بله میدونم، الان میبرمت فلیجه سیستم. آقا سرم داره گیج میره. این دفعه هیچی، ولی اگه یه بار دیگه تکرار بکنی خودت میدونی. خیلی خب میدونم، چشم بریم. اما اینکی خیلی دور نیست، یه کمی یواش برو، من که نمیتونم تون بدوم. کی بود که یه دقیقه پیش مخفت چه میدایید ها؟ برای بچه هم قضا بیار، یادت باشه. خیلی خب بابا، یادم میمونه، اینقدر داد نزن.